سلام به تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند. تشکر میکنم از توضیحات جامع جناب عبدالواحد عزیز. این شیوه رو به کار میبریم و انشاءالله که کامنت ها بعد از این مرتب میشن. باز هم تشکر میکنم از صرف وقتی که فرمودید. ادریس معنوی امانت گذاشتید. جناب علی شهیدی در پاسخ این سوال مهمی که پس در اسلام در قرآن مالکیت وجود ندارد، مالکیت انحصاری است، مالکیت به جمیع جهات در اختیار خداست، اما در این حال بشر به عنوان یکی از مخلوقات خدا محتاج و نیازمند این ثروت خداست. این رابطه چگونه تأمین می شود؟ یعنی نیاز بشری که مالک نیست از ثروت خدایی که مالک است چگونه برگزار می شود؟ با قانون امانی. و سوال کردیم که با تشریح استراکچر قانون امانی یا تراست یا اون چی که میگن اینجا چگونه ما میتوانیم که تطبیق بدیم قانون امانی مدرن غربی رو با قانون امانی قرآن و دین توحیدی، و به این ترتیب دوستان به این سوال پاسخ دادن. سوال این بود که پنج رکن مهم قانون امانی در قرآن چگونه منعکس شده و چگونه ظاهر شده. پاسخ آقای علی شهیدی این است که امانت گذار خداوند است، امانت دار بشر است، سرمایه امانی کل هستی است، قانون امانی قرآن است، زینف امانی انسان و کل موجودات هستی. آفرین بر شما. تنها می نویسد که چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بل عجب کاری پریشان عالمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست، ره روی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی. جناب غفوری عزیز شعر فرمودند، جناب معنوی امانت گذار خدا جل علا، امانت دار انسان سرمایه هستی است، سرمایه هستی است، قانون عدالت اجتماعی و زینف یا فایده گیرنده تمام موجودات زنده و صاحب حیات می باشند. با حرمت و درود خدمت حضرت عالی، قانون عدالت اجتماعی بخشی از قانون قرآن است. کتاب قانون امانی همه قرآن است.
قانون عدالت اجتماعی هدف قانون قرآن است. ممنونم از اظهار محبت شما. جناب علیزاده، یک، امانتگزار خداوند. دو، امانتدار بشر که دارای شعور و اختیار و انتخاب است. سه، سرمایه امانی عالم مقید است. آفرین بر تو. چهار، قانون امانی قرآن و عرش. قانون عرش رو ما در قرآن متبلور میبینیم و محدود با آن هستیم. پنج، زینف عالم مقید است. تا طلوع فجر تمام اجزا و متعلقات جهان هستی در تسلیم و صلح و عدالت مأموریت خود را به پایان برساند. در اینجا انسان یک خیلی دقیق حالا میخواییم بشیم، البته لازم نبوده، ولی حالا من حیث اطلاع عرض میکنم که انسان از نظر حقوقی در اینجا دو تا سمت داره، هم تراستیه، هم بنفیشیری، هم امانت دار هست، هم زینف هست. همزمان امانت دار هست، مسئول پخش امانات هست، و امانت و زینف هست که خودش هم یکی از کسانی است که از همین منافع برخوردار میشه. همایون رسولی، امانتدار بشر، امانتگزار خداوند، مالکیت امانی یعنی وسیله و سرمایه‌ای که بشر در اختیار دارد، فقط همچون امانت الهی در دست او قرار دارد. قانون امانی یعنی نظامنامه‌ای که مالکیت امانی را که در آن حقوق و مسئولیت بشر را مشخص نموده که قرآن است. زینف امانی قبل از همه خود شخص و همه بشریت و جهان، جهان هستی و خلقت. فریدا علی میگویند که قابل استفاده است، استفاده کردند از این سیستم. خیلی خوشحالم که لااقل در یک مورد قابل استفاده بود. جناب پروین می نویسند که لطفاً در مورد حجاب اسلامی توضیح بدهید، آیا فرض است یا اختیاری؟ حتما اختیاری است، و اگر هم فرض باشد که نیست، رابطه است بین بشر و خدا. هیچ کس حق فضولی به کار حجاب زنان رو ندارد. هیچ قانونی، هیچ کتابی، هیچ مقامی، هیچ دولتی. اگر که دین نیست که به حجاب زن چه کار دارید؟ اگر دین هست که دین به تو میگوید به حجاب زن کار نداشته باش. حجاب زن به خود او مربوط است، مثل بقیه امور. در قرآن آیه‌ای داریم که نفی کامل اختیار مردان رو میکند در امور زنان، حجاب باشد یا غیر حجاب. محمد، از تو میخواهند که فتوا بدهی در مورد زنان. کی؟ رسول اکرم. ای رسول ما، از تو میخواهند که در مورد زنان فتوا بدهی، بگو من مجاز به فتوا در مورد زنان نیستم، خدا در مورد اونها فتوا میدهد. ما به کجا رسیدیم؟ بسیار خوب، جناب نور سلطانی، امانتگزار خداست، امانتدار مردم است، سرمایه امانی امکانات است، قانون اساسی برابری حق و مسئولیت است، زینف جامعه است. برابری حق و مسئولیت در قرآن منعکس است، بنابراین قانون امانی قرآن است. جناب محمودزاد می نگوید که If I'm not wrong, is that means to stop, contain or to preserve and is a voluntary, permanent
irrevocable dedication of one's wealth to Allah, as he is not in need of anything from his servant. فکر میکنم در اینجا یه اشتباه کوچکی شده. ما چیزی نداریم که به خدا واگذار بکنیم. There is no dedication on part of human beings. We don't own anything to be able to dedicate it. انفاق مربوط به بشر به خدا نمیشه. ما چیزی نداریم. اصل انفاق اونجوری که تا به حال شنیدید اشتباهه. یعنی انفاق این نیست که از مال خودت به کسی بده. That is not the rule. Rule این هست، قانون این هست که از آنچه که مال من است، and I trusted my wealth in you and I am making a charter. من حالا بقیه دوستان بگذارید که شما فارسی خوب میفهمید، انگلیسی جواب بدید، من همون فارسی با شما صحبت میکنم که بقیه هم در جریان باشه. ما به خدا چیزی نمیدیم، چون چیزی نداریم به خدا بدیم، بلکه خدا از اون چیزی ری که به امانت نزد ما گذاشته دستور میده که چطور خرج کنی. یک دلار به یتیم بده، دو دلار به صغیر بده، پنج دلار به زن بیوه بده، هشت دلار به بچه کوچک بده. میگه چطور این سرمایه امانی رو تقسیم بکن. به درخت چقدر بده، به زمین چقدر بده، به کوه چقدر بده، به حیوانات وحشی تو جنگل چقدر بده. اصل انفاق بزرگتر از اون چیزیست که ما کمک بکنیم. ما چیزی نداریم کمک بکنیم. خدا میگه از پولی که من پیش تو امانت گذاشتم به یتیم بدیم. منتها ما انقدر بیشرف هستیم که از اون پول امانی خدا برمیداریم تو جیبمون میذاریم به یتیم نمیدیم. حالا شما اگر که روی این مدار فکر بکنید برید جلو، میبینید که ما چقدر جنایتکار هستیم. اون وقت زشتی کار ما بیشتر معلوم میشه که چقدر ما unfair و unjust هستیم. پولی ما نداریم که به یتیم بدیم یا ندیم. پولی رو که خدا در اختیار من و شما گذاشته، میگه این رو به این ترتیب قسمت بکن، انقدرشو خودت بردار، انقدرشو بده به یتیم، انقدرشو بده به حسن، انقدرشو بده به حسین. ما اون پولها رو میخوریم و حق اونها رو نمیدیم و میگیم مال خودمه، چرا به تو بدم؟ مال خودت هم باشه، من خدای تو هستم، به تو دستور میدم بده. میگیم نمیدم. در صورتی که این امانت اوست پلو ما. یعنی ما هم فاسق هستیم، هم خائن در امانت هستیم که برابر قانون امانی زندگی نمی کنیم. ممنونم از سرکار پروین. گرچه با صاحب دلان دیداری است، اجر سبز است و ز شب بیداری است. سپاسگزاری میکنم از شارلی عزیز. میپردازیم به آیه بعدی. پس در آیه شماره 6 انحصار مالکیت حضرت حق دقیقا و مستقیما وارد می شود. در آیه شماره 7 و این تجهر بالقولی، و اگر سخن بلند بگویی، سخنی بگویی که برای همه قابل شنیدن باشد. فإنه یعلم، با اون میداند،
السر و اخفى. یعنی تفاوتی نمیگویی، نمیکند که تو سخن آشکار بگویی یا سخن پنهان بگویی. اتاق فرمان بردارید این نوشته رو از روی صفحه. تفاوتی نمی کند که شما بلند سخن بگویید یا کوتاه سخن بگویید، یا فکر کنید یا اندیشه کنید و چیزی نگویید و نیت کنید. فقط اون چه بر سر شما می گذرد، اون چه بر ذهن شما می گذرد، بر زبان شما می گذرد، بر فکر شما می گذرد، چه پیدا باشد چه پنهان، برای خدا آشکار است و چیزی رو شما قادر نیستید که از خدا پنهان کنید. آنچه میگویید، آنچه میکنید، آنچه میخواهید، همه بر خدا آشکار است و شما قدرت پنهان کردن هیچ چیزی رو از خدا ندارید. الله لا اله الا هو، خداوندی که جز او معبودی نباشد، له و متعلق به اوست، الاسماء اسمهای، الحسن مفید و زیبا، اسمهایی که هم مفید است هم فایده در اوست هم نیک است. یعنی در اسمهای خدا هم دانایی هست، هم نیکویی هست، هم زیبایی هست. اما اسمهای خدا اسمهای خدا نیست، در واقع اینها همه اسم صفات هستند و صفات فاعلی خدا هستند، در ارتباط با عالم مقید هستند. اینها هیچ کدامش صفات ذات خدا نیستند، اونجا نباید یه وقت اشتباه بکنیم. و مجموعه صفات خدا، صفات فاعلی خدا، بافت خلقت رو نشان میده. یعنی این خلقتی که ما درش زندگی میکنیم، هستی که ما درش زندگی میکنیم، با چه نیروهایی و با چه استانداردهایی ساخته شده. در واقع اسماء الحسنا مصالح ساختمان جهان رو همراه با قانون ساختمان نشان میدهد که این جهان با چه مصالحی ساخته شده. با آجر ساخته شده، با گچ ساخته شده، با گل ساخته شده، با آهن ساخته شده. مصالح ساختمانی این جهان هستی رو نشان میده و نحوه بنا شدن این جهان رو نشان میده. با صفات ساختمانی، با صفات فاعلی خدا، ما در بنای هستی آشنا میشیم. به اون علت است که این اسامی یا این صفات برای فعلیت خدا آمده است. حالا ما در ساختمان هستی رابطمون با این صفات خدا چیه؟ به این سوال هم سریع و زود و کم و کوچک بنویسید، پاسخ بدید که اگر اسماء الحسنا صفات ساختمانی خدا باشه، صفات خدا در ساختمان هستی باشه، به چه درد ما میخوره این صفات در ساختمان هستی؟ فرصتی کم داریم، این است که
جناب پاسخ میدن به جناب قاسم، استاد رستمی به ایشان پاسخ میدن، می نویسن: جناب پرتو عزیز، مسئله تأمین عدالت اجتماعی چیز کوچکی نیست، بلکه مهمترین رکن نظام اجتماعی است. مالکیت امانی و انفاق ابزاری هستند برای تحقق عدالت اجتماعی. جناب عبدالواحد میگویند که با 100 نام که ساعت کامپیوتر هم 100 دقیقه است، کامپیوتر 60 رو نمیشناسد. همینطوره. و جناب قاسم پرتو سوال تعجب میکنند. جناب سمی محمودزاد برنامه رو دوست میدارن و جناب سمی محمودزاد برنامه رو شما شعر هم فرمودید، حتما فراموش نکنید که این کار رو بایستی که انجام بدید. جناب شهیدی شروع کردن به پاسخ دادن. دوستان، علی شهیدی باید تا آنجا که میتوانیم خود را شبیه صفات خدا بسازیم. جناب رحیمه علیزاده: بقیده این حقیر، صفات خدا راهنمای ما در انتخاب روش و راهکار و استراتژی رفتار در پیشبرد امور است. جواد رحمانی: ظرفیت و استعداد این صفات در ما چنان نهفته است، همچنان نهفته است و ما می توانیم آنها را به خود پرورش و اختصاص دهیم، خودمون هم مخصوص کنیم. خانم آقاسی: ما باید سعی در یادگیری و دنبال روی از این صفات داشته باشیم. آفرین بر همه شما بزرگان. در آیه شماره 9 که کم کم به هدف خواندن این سوره میرسیم: و هل أتاك حديث موسى وهل أتاك رسيد است به تو، آمده است برای تو، رسیده است به تو، حدیث در داستان و خبر موسا، خبر و یا داستان موسا، اون خبر آیا به تو رسیده است؟ و از اینجا آغاز می کند این سوره که به رابطه رسولی و پیامبری موسا با خدا و با مردم هر دو رو تشریح میکند و یکی از بزرگترین و چندین درس از بزرگترین درس‌های تاریخ رو به ما میآموزد. توجه بینندگان ارجمند رو به این موضوع جلب میکنم که ما وارد مباحث فوق‌العاده سنگین موضوع خلقت و موضوع ذهنیت میشیم و یکی از موضوعات فلسفی و در این حال پیچیده‌ای است که در قرآن وجود دارد. اتاق فرمان برای این دوستان انگلیسی زبان ما، اگر که شما آماده دارید که تایتل برنامه رو به زبان انگلیسی چند لحظه روی صفحه قرار بدید که دوستان انگلیسی زبان ما به موضوع این قسمت از برنامه
آشنا بشوند، که در واقع ما درباره پرسپکتیو ویژوالیزیشن به دیدارهای ایجاد شده در ذهنیت، به تصورات دیداری ذهنی در مقابل آفرینش واقعیات بیرونی، این دوتا در کنار هم قرار میگیره که فکر میکنم که در صحنه نوشته باشه، من از این دور نمیبینم. پرسپکتیو ویژوالیزیشن ورسز ریالیستیک کرییشن به نظرم باشه، که آفرینش واقعیات بیرونی و خلقت موجودیت ذهنی، که این دوتا در مقدمه این آیه توضیح فراوان دادم و توضیح مجدد دیگه نمیدم، که درباره عینیت و ذهنیت و وجود صحبت میشه و نقش ذهنیت انسان در مقابل خلقت ذهنی و خلقت عینی. این همون قرآنی است که دشمنان خدا او را به بازی و استهزا میگیرند و میگویند سراسر این کتاب قتل مطلع نوشته، همینطور که میگویند که هر کسی دیدی سرش رو ببر، یک کمی مورد تعجب قرار خواهد گرفت که عجب، این همون قرآن است یا قرآن دیگری است. در برنامه‌ای که سالها پیش داشتیم در تلویزیون پارس، مدیر اون برنامه آقای میبودی بودن، میگفتن این قرآن آواسی در کشتی تایتانیک که در آب دریا غرق شده اونجا پیدا شده، یعنی میگفتن که این محصول اندیشه های تو، همچین قرآنی وجود نداره. و هر وقت هم میخواستم که به ایشان نشان بدم که این قرآن من نیست، این قرآنی است که قرآن هم است و این هم مطالب این کتابه، فرصت نمیشد، آیهی ها وسط میامد و بالاخره موضوع لوس میشد. خوشحالم که در اینجا میتوانم که این موضوعات رو با شما مطرح بکنم. آیا خبر موسی به شما رسیده است؟ آیه شماره 10. اذ رآ نارًا. خبر این است، آن زمان که مشاهده کرد آتش را، فقال لأهله، به خانواده خود گفت، امکثوا اینی، به خانواده خود گفت امکثوا مکس کنید، لختی مکس کنید، تأمل کنید، اینی آنستو، من دیدم، نارن، آتشی را، لعلی، شاید، آتیکم، بیاورم از آن، منها بقبسین، یک شاخه، یک شراره، یک چوب کوچک مشتعلی بیاورم از آن، او، یا اجیدو، بیابم علا، در آن یا در پرتو آن یا در کنار آن آتش، اناری، هدا، هدایتی. تشکر میکنم اتاق برمان. داستان موسی رو شنیدید، خبر موسی رو شنیدید که وقتی دید یک آتشی رو، از دور به یک آتشی نگاه کرد، آتش رو دید، گفت
به خانوادهش، به اهلش که دنبالش بودن، که یک لحظه صبر کنید، تأمل بکنید، نشان میده که در حال حرکت بودن، اونا مکس بکنید. من یک آتشی رو میبینم، دور یک آتشی رو میبینم، و بگذارید که بروم و یک آتش زنی از این آتش بیاورم، آتش درست بکنن خودشون در جایی که بودن، حالا غذای گرم کنن، بالاخره با آتش زندگی میکردن دیگه. یک چوب کوچکی که مشتعل هست بیارم با این آتش درست بکنم، هیزم خودمون رو یا چوبهای خودمون رو با این گرم کنیم و بسوزانیم، یا برم یک شاخه کوچکی بیاورم، و یا اینکه در کنار اون آتش راهی بیابم. مانده بوده و اون آتش رو میبینه، میگه یا از راهی پیدا بکنم، بالاخره ببینم چه خبره اونجا دیگه. حتی اقلش اینه که یه دونه از این چوبایی که آتش گرفته میارم ما آتش درست کنیم، یا ببینم اصلا راهی داره، چیزی داره، هم برایش کنجکاوی، برای نجات به طرف اون آتش حرکت میکند. فلما اتاها نودی یا موسا، و چون با آتش رسید ندا داده شد که ای موسی. پس آتشی دید از دور، رفت ببینه چه خبر هست، شاید که حداقل این باشه یه آتش با خودش بیاره و با اون آتش خودشون آتش درست بکنن، یا اینکه چیز دیگری، ببینه چه خبره. بالاخره کنجکاو بود دیگه، محتاج و کنجکاو و درمانده. وقتی که به اون آتش میرسه، ندا برمیخیزه از اون آتش که ای موسی، او رو متوقف میکنه و او رو دعوت به شنیدن میکنه. اینی، بی تردید من، انا هستم، ربك، رب تو، فخلع، بیرون بیاور، نعليك، کفش خود را برگیر یا بیرون بیاور کفش خود را. انك، که بی تردید تو، بالوادی، هستی در وادی، در دره المقدس، مقدس طوا، طوا در این دره مقدس هستی. مطالب قرآن هر بار که درباره خدا، در ارتباط با خدا، در ارتباط با شخصیت رسالت پیامبران خدا، درباره کتاب خدا، درباره وحی، درباره انزال، در مواردی که یک پای قضیه در عالم مجرد است، مثل همین قضیه‌ای که آتش با کسی صحبت نمی کند، خدا به زبان آتش در عالم واقعیت سخن نمیگوید. بیان بیان متشابه است. علاوه بر متشابه، فصل جدیدی دیروز بود، مثل اینکه با آقای سلطانی صحبت میکردم، گفتم که این هم بخش هشتم یا نهم متشابهات قرآنه. گفتن همین الان هم سر صدای مردم در آمده که چقدر این برنامه تکراری است، همینطور متشابهات، تا کی متشابهات.
گفتم خیلی خوب، حالا سرفصلش رو عوض میکنیم، ولی واقعیت امر اینه که تا قرآن باقی است متشابهات هم باقی است و شما نمیتوانید یه موضوع رو ببندید کنار بگذارید. همین موضوع باز هم موضوع متشابهات است، منتها حالا با اسم و اینها آدم بازی میکنه، یک جور دیگه وارد میشه، ولی جز متشابهات چیز دیگری نیست. آیا درخت با کسی حرف میزنه؟ من به طور کلی با دوگانگی قانون خلقت توافق ندارم. یعنی من میگویم که امر کل که امور کل نیست، اگر امر کل شاهد است بر قانون آفرینش، چون که عرش به استوا رسیده و به استقرار رسیده و سر جای خودش قرار گرفته و دیگه عوض نمیشه، اون چه که از عرش به عنوان واکنش و کنش در رابطه با هستی در تعامل و تبادل است و در تقدیر و ایجاد قدر و برقراری رابطه تقدیری است، هیچ چیز عوض نمیشه من جمله خلقت. یعنی قانون خلقت، این برداشت استنباط حمید آقاسی است، ترجمه قرآن نیست. من در برداشتم از آیات قرآن نمیپذیرم که قرآن دو نوع مار بیافریند، از دو طریق مار بیافریند. یکی از طریق 10 میلیارد سال عمر بشر از زمانی که کره زمین منعقد شد و بسته شد و آب فراهم شد و آمیب دریا فراهم شد و از اونجا موجودات زنده شروع به رشد کردن تا رسید به خلقت مار، هر چقدر که طول کشیده، این سیستم و این روش من نمیپذیرم که تغییر بکند، چوب تبدیل به مار بشه. با عرض معذرت، حالا مشرکم خب هستم، کافرم هستم، به قول علمایی که توی ایمیل مرتب برای من تهدید میفرستن، اگه قراره بمیرم باید بمیرم، ولی حقیقت داره کارم، برای خودم حقیقت داره، خود فروشی نمی کنم، دروغ فروشی هم نمی کنم و عقیده دروغ به شما نمی فروشم که بله الحمدلله من هم به این معتقدم. من فحشای قرآنی و فحشای سیاسی و فحشای زبانی نمی کنم. من خودفروش نیستم و به دروغ نمی خواهم که برای اینکه شما رو جلب کنم که هرچی این آقای آقاسی میگه خیلی خوبه. نه، ممکنه چیزی هم آقاسی میگه شما قبول نداشته باشید، از فردا هم دیگه این تلویزیون نگاه نکنید. من تا اونجا ایستادم و جز حقیقت، جز اون چیزی که خودم فکر میکنم حقیقته، چیز دیگری نمیگویم. من هرگز قبولدار نیستم که خدا دو جور مار میآفرینه، دو نوع، دو شکل مختلف، از دو مکانیسم مختلف مار میآفرینه. من زیر بار نمیرم، چه بکنم؟ یعنی خدایی که مار رو 5 میلیارد سال، 10 میلیارد سال، 12 میلیارد سال طول کشیده تا مار رو بسازه، در کنار این قانون یک قانون دیگه هم داشته باشی، به چوب بگه مار بشه، چوب بپره مار بشه، من نمیپذیرم. این رو برای این اخطار میکنم به شما که با 4 تا گوش بشنوید این مطالبی رو که در پی داری. پس رسید به آتش و فکر کرد این آتشه واقعا و اومد دست بکنه یه تیکه از این آتش رو برداره بیاره ببره بسوزونه دیگه، که صدای آتش برآمد که من رب تو هستم. رب که آتش نمیشه، پس آتش نبوده.
پس آتش نبوده. پس به نظر موسی چیزی می آمد که در ذهنیت او این تصور بود. خوب توجه بکنید، این آیه ها یک کمی مشکله، خیلی نه البته، یه ذره از آیات معمولی ممکنه دقت بیشتری بخواد. دقت کنید، تمرکز پیدا بکنید روی موضوع، موضوعات متفرقه را از ذهنتون دور کنید. اون موضوعات رو همیشه میگه رسیدگی کرد، ولی این خیلی آدم باید جان داشته باشه، انرژی داشته باشه، مصمم باشه تا بتونه که این بار سنگینی برداره. تمرکز کنید روی موضوع. موسی فکر کرده که این آتش، آتشی از دور دید، زن و بچهش هم دیدن. در قرآن شاهدی نداریم برای این کار، به نظر میاد زن و بچهش ندیدن، چون وقتی که ما به آیه نگاه میکنیم میگوید که اِذْ رَآ، و چون که دید، رَآ رؤیت کرد آتش رو، به خانوادش گفت یه دقیقه صبر بکنید، من برم ببینم این آتش چی و بیام، شاید هم یه آتش بیارم با خودم. در اینجا ساکت قرآن که آیا او و خانوادهش دیدند. ملاحظه بکنید از نظر دستوری این وقتی که زمانی که رآه او دید، یک نفر، نه آنها دیدند، رآه او دید، رؤیت کرد، یعنی موسی رؤیت کرد، نارن آتش را، آتشی را، آتشی را، لأهله فقال لأهله، به فامیلش و همراهانش گفت که مکس کنید، الان نمیدانیم که اقوامش، فامیلش، خانوادش هم که همراه او بودند اونها هم آتش رو دیدند یا فقط این آتش رو دید. و اگه همه آتش رو دیدن، چرا این به اونها میگه من آتشی دیدم، برم ببینم چه خبره؟ شاید که اونها هم دیدن، شاید هم ندیدن، شاید هم آتشی نبوده، شاید هم فقط موسی آتش دیده. واقعیت این است که در عالم ماده آتشی نبوده، به نظرش اومده شاید، یعنی همون پرسپکتیوی که صحبت شد در اون مقام ذهنیت شاید دیده باشه. یعنی این مقام وجود داره که چیزی نباشه و ما او رو به صورت دیدن ببینیم. جز به چیزهایی که داشتم و یه مقداریش رو گم کردم و یه مقداریش هم جا به جا کردم و یه مقداریش هم نمیدانم کجاست، یک فیلم مستندی بود که توی این کاست های بزرگ بود اون وقتا نشان میداد، که نشان میداد زمان جنگ بین الملل دوم اسرایی رو که میگرفتند، حالا نخواهید بدانید که مال کدام کشور بودن و در کدام کشور آزمایش می شدن، به شما مربوط نیست، یه راحت باشید که ما اصلا نمی خواهیم بدونیم کی این کار رو کرد، ولی تو اون فیلم البته نشان می ده که اسرای جنگی رو می گرفتن، پزشکان جراح و متخصص و اینها سوزنهای نازکی توی سر اینها، مغز اینها فرو می کردن و مختلف جاهای مختلف مغز رو با این سوزنها وارد میکردن و از طرف میپرسیدن که الان چطور هستی. بعضی هاشون میگفتن که ما بو احساس میکنیم، مثلا بوی فلفل احساس میکنیم یا بوی گوشت احساس میکنیم یا بوی لاش مرده احساس میکنیم.
بعضیاشون جای دیگه سرشون سوزن میزدن و میگفتن که ما باغ میبینیم، منظره میبینیم. جای دیگه مغزشون سوزن میزدن، میگفتن صدای موسیقی میشنویم. به این نتیجه رسیده بودند که مغز آدم مرکز محاسبات دیداری یا شنواری یا چشایی اطلاعاتی است که از حواس پنجگانه دریافت میکنه. یعنی گوش آدم یک سری اطلاعاتی به مغز میده، مغز محاسبه میکنه، اینها رو تبدیل به صدا میکنه. صدا در گوش به وجود نمیاد، صدا در مغز آدم مفهوم میشه، در گوش به وجود میاد، در مغز مفهوم میشه. و خیلی از وقتها بود که اینها چشمشون بسته بود، ولی این سوزن رو که تو سرشون پرو میکردن میگفتن الان چی میبینی؟ و آبشار میبینم، دریا میبینم، آب میبینم. یا اینکه اصلا اونجا چیزی نبود که بو بکشن اینها، ولی میگفتن مثلا بوی پلو میاد، بوی چلو میاد، بوی بد میاد، خوب میاد، بو استشمام میکردن. یا اینکه صدای موسیقی میشنیدند بدون اینکه سازی زده بشه. تهیه کننده یا اون فیلم مستند ثابت میکرد که این ابزار پنجگانه‌ای که اطلاعات به مغز میدن، مغز میتواند که به وسیله تحریکات دیگری همین تأثیرات و همین بازگشت ها و عکس العمل ها رو نشان بده. یعنی لازم نیست که شما حتما زرچوب جلوی بینی کسی بگیرید تا بوی زرچوب بده. اگر بدانید کجای مغز است که تولید بو می کند به معرفت بشری، به برداشت انسان، شما می توانید که این بو رو در مغز ایجاد بکنید و شما فکر کنید که زرچوب بو می کنید بدون اینکه زرچوب جلوی بینی شما باشه، یا بقیه احساس و حالات بدون اینکه جلوی چشم شما گل است. چشم شما بسته است، روش قارچه گذاشتن جایی رو نبینید. ای شما چی میبینید؟ باغ میبینید. یا صدای موسیقی میشنوید، موسیقی اونجا نمیزنن. در آیه هایی که در پیش داریم این موضوعات مهم مطرح میشود. دقت بکنید. جناب امروز خیلی روز بدی است برای من، به این علت که من خیلی متاسف میشم وقتی که سوالات مهم شما رو نمیبینم که پاسخ بدم. بسیار برای من تأثیر خاطر میاره. و حالا یک روشی رو آقای احدزاده پدر به ما پیشنهاد کردن که اون کار رو بکنیم که این برطرف بشه. اون کار رو هم من چون به کامپیوتر وارد نیستم یکی از سوالات ایشان رو پیدا کردم، ولی فردا انشالله این کار رو انجام میدیم. جناب احمدی می نویسند که سوالم رو دوباره عرضه می دارم. آیا از درآمد کار و کسب بعد از انفاق می شود پس انداز کرد یا نه؟ شما هر وقتی که بخواهید، وقتی حقوقت رو دیگران رو پرداخت کردید، هر کاری که بخواهید با مالتون انجام بدید می توانید که انجام بدید. ممنوعیتی من در قرآن ندیدم. نه تنها می توانید پس انداز کنید، بلکه می توانید با پولی که پسنداز می کنید و صرفه‌جویی می کنید سرمایه گذاری کنید، تجارت کنید، خرید و فروش کنید و ثروت به وجود بیارید. هیچ ممنوعیتی در قرآن نداره. واقعا قرآن 10,000 سال از کمونیستا پیشرفته تر است. ضمن اینکه عدالت اجتماعی رو فراهم می کند، قانون امانی قرآن به قدری گسترده است که واقعا تأمین مالکیت بر حق می کند.
ولی اسم امانی به این خاطر روش هست که مردم تجاوز به حقوق هم نکنند و احساس نکنید که این پول مال شماست. اما به عنوان مدیر و به عنوان تراستی شما در مورد مخارج پول هیچ نوع محدودیتی جز محدودیت ربا ندارید. یعنی شما از سرمایه نمیتوانید سرمایه بسازید. یعنی پول پول نمیسازه. پول به اضافه کار تولید ثروت میکنه. یعنی ثروت از خود پول نمیتواند به دست بیاید. پول باید به خطر بیفته، سرمایه گذاری بشه، زیاد بشه. زمین بخرید، با پولتون ساختمان بسازید، دو برابر بفروشید، انفاقشو بدید، بقیهش هم بذارید تو بانک نگه دارید، اصلا باز برید خانه دیگه بخرید، تولید کنید یا تولید نکنید. تنها چیزی که در اونجا مانع کار است این است که انفاق به اندازه کافی نکرده باشید و یا اینکه از پول پول بسازید، یعنی بهره بخورید، ربا بخورید، و الا هیچ ممنوعیتی نداره. چون اون اشکالات کمونیست هست که کمونیست ها مالکیت رو بر نداشتن، مالکیت از مردم گرفتن دادن به دولت. شما مالکیت رو از مردم میگیرید میدید به خدا. دولت نیازمنده، بنابراین دولت هیچ وقتی در عدالت نیست. خدا نیاز نداره، بنابراین هر چی از ناحیه اون میاد با عدالت همراه. باز هم میرم بالاتر ببینم که نیرو، جناب پدر می نویسن، نیرو و نزدیک می دمد نفس در سینه تمام و همه مطیع ساز امانت نگهدار. و جناب قاسم پرتو، شعور انسان این را خواهد گفت که اگر خدا در این مسائل پیش و پا افتاده دخیل باشد، آن خیلی خدای کوچک خواهد بود، خدایی که به هر چیز دخالت کند. پس چطور ما را آفرید؟ زیبایی خلقت در این است که ما آزاد آفریده و در غیر این خوبی گناه. یعنی چه؟ ما فکر میکنم که پاسخ جناب احمدی داده شد. آقای احمدی، اگر باز هم از سوالات شما چیزی بوده که جا افتاده و یادتون هست، الان بنویسید که من ببینم. جناب احمدی اون اشکال تایپی داشتن، اصلاح کردن. بله، جناب عبدالواحد میگویند هر کسی که نام خود رو با معنا بداند و همرنگ اسم خود رفتار کند به نظرم کفایت میکند. جناب بله احمدی رو نوشتیم. جواد رحمانی، ظرفیت و استعداد، این صفات در ما چنان نهفته است و ما می توانیم آنها را به خود پرورش دهیم. علیزاده، به عقیده این حقیر، صفات خدای رحمان، صفات خدا راهنمای ما در انشاءات، انتخاب روش و راهکار و استراتژی رفتار در پیشبرد امور است. علی شهیدی، باید تا آنجا که می توانیم خود را شبیه صفات خدا بدانیم. خب اینها رو به نظرم میاد که خواندم، رخسانه ترجمه کرده و اون محسن احمدی توضیح دادم. منظور همین انفاق کافی است، چون حد و مرز ندارد.
من فکر میکنم که جناب احمدی قانون انفاق رو ما قادر نیستیم که انجام بدیم. قانون انفاق شاید باید که در اختیار دولت باشه، یعنی بعد از سالها، خیلی وقت، باور بکنید 60 ساله که من به این موضوع فکر میکنم، به این نتیجه رسیدم که قانون انفاق اونقدر با جامعه و دیگران درگیره و اونقدر یه کار مشکلیه، از نظر محاسبه عرض میکنم، خیلی سخته محاسبش که در چه جامعه زندگی میکنیم، چقدر خرجتونه، چقدر مالیاته، چند نفر چقدر پول دارن، اونها چقدر مالیات میدن، بودجه مملکت چقدره، کمبود بودجه چقدر هست، تعداد سرمایه‌دارا چقدر هست، سیستم مالیاتی چطور هست. خیلی پیچیده است، ولی تصور میکنم نهایتاً دولت‌ها هستند که قانون مالیاتشون باید به اضافه قانون انفاق در یک قانون واحد باشه، که ما دیگه محاسبه نخواهیم بکنیم. یعنی به جای اینکه ما یک مالیات به دولت بدیم، یک مقداری انفاق کنیم، بعد شما انفاق نکنید، اون انفاق بکنه، او انفاق نکنه، این بی‌نظمی که الان در جامعه وجود داره، چون این بی‌نظمی وجود داره، یک کسی یک مرتبه 100 هزار تن گندم رو می‌ریزه تو آب که این طرف گندم بره قیمتش بالا، این سازمان نداره، گسسته است. اما اگه سیستم مالیاتی معینی تعیین بشه، اصلش اونجاست، ما به اون سیستم تسلیم بشیم، اون فکر میکنم بهترین شکل انفاق دادنه. چون در حال حاضر، حالا یه افرادی مثل من و شما ممکنه ما همه کار رو میکنیم و نمیدونیم کار درستی میکنیم یا نه. من نمیدونم چقدر باید انفاق کنم که بقیهش مال من خالص مال من باشه، واقعا نمیدونم. ما به هم نباید دروغ بگیم، نیست؟ و من فکر میکنم که این کار یک سیستم آمارگیرنده فهمیده با تجربه عادل. ما ها آدم های متفرقه، نه آمار در اختیار داریم نه تخصص اون کار رو داریم. در حالت امرجنسی، در حالت فوریت های اقتصادی ما داریم قدم برمیداریم، همینقدر که از دستمون بر میاد دیگه، همینقدر که شعور داریم که میشه 4 تا شاه اینجا زد، نمیدونم 1000 نفر اونجا قضا داد، کارهایی که خود من هم راضی نیستم حقیقتش، چون سیستماتیک نیست. فقط دولت ها میتونن این کارها رو سیستماتیکش کنن، ماها نمیتونیم، ما وسیله نداریم. آخه من چقدر باید پول بدم کارشناس بگیرم که محاسبه کنه؟ 10,000 دلار باید بدم یه کارشناس بیاد بشینه یه هفته محاسبه کنه که من به کی پول بدم؟ و من اون 10,000 دلار درست یا غلط میبرم خرج میکنم؟ خیلی مشکله که همطور که فرمودید حد و مرز نداره، به خاطر اینکه بی صاحبه، به خاطر اینکه بی سیستمه، یه چیز در به دره، شطور گاب پلنگ، همه به دور هم میچرخیم و میپیچیم. بعضی ها زیاد انفاق میکنن، بعضی ها کم انفاق میکنن، بعضی ها همش به یه جا انفاق میکنن، بعضی ها اصلا به یه جای دیگه انفاق نمیکنن. خیلی شرایط پیچیده است. و بعد اگر اینو بخوایم دولتیش کنیم، بعضی از دولت ها از نظر سیاسی محرومیت و محدودیت دارن. مثلا اگه بخوایم در سیستم جهانی مالیات ها رو به انفاق تخصیص بدیم، خب عربستان اونجا ایستاده، میگذاره شما از این کمک های مردم، از این منفاق مالیات هر چی که هست، با اون بدبخت بچه یمنی پول بدیم، یا اون بچه یمنی باید چوب پدر مادرش رو بخوره. پدر مادرش کودتاچی هم، بچه 2 سال هم کودتاچیه دیگه، اونم بایستی که تنبیه بشه، سیاسیه دیگه، بچه 2 ساله سیاسی میشه و تنبیه بشه، محروم بشه. اینی که واقعا من پاسخ شما رو آقای احمدی نمیدانم، جز این که تمام بدنم بلرز رعشه بگیرم که فردای ما چه خواهد شد، ما چگونه مسئولیت خودمون رو انجام بدیم. من هم مثل شما سوال دارم، نمیدانم.
من هم از همین الان شرمسارم در نزد خدا که وظیفه خودم را انجام ندادم. نمیدانم چه بکنم. البته یه کارایی دست و پا میزنم، یه کارایی میکنم، چهار تا چای آبی نمیدونم، دو تا نان بخرم، ولی واقعیت امر اینه که در درونم خوشحال نیستم که کار منظم سیستماتیکی داره انجام میشه. من 34 سال پیش، 33 سال پیش سازمان خیریه درست کردم در آمریکا که به افراد ابن سبیل و در راه مانده یا رفیوجی یا پناهنده کمک بکنیم. و فکری که من کردم اینه که سازمان هایی که کمک میکنن به پناهنده ها موازی با هم حرکت میکنن. یه همینین 5 تا سازمان رب تو این ده کمک کرد، انقدری که غذا زیادی میاد میریزن دور، اون ده بالایی همشون از گرسنگی مردن، الان هم میشوند. فکر کردم اگر که یک ارگانیزیشنی باشه، یک سازمانی باشه که اون وقت هم تکنولوژی مثل الان نبود، الان خیلی آسان این کارا، که مرکزیتی به این کار بده در جهان که یک نفر دو تا کار نکنه. و حساب کردیم با دوستان متخصص که نزدیک به 32% افیشنسی کار بالا میره. یعنی این کارهای اوورلپی که میکنن، کارهای مجددی که میکنن، اینا همش تبدیل میشه به کمک و اینها. ولی به هر حال الانم با پای شر جلو میریم و لکولکی میکنیم، ولی چون همه نیروها سیاسی هستن، همشون میخوان خودشون معروف بشن، حاضر نشدن که اون کار رو انجام بدن. فقط یک وقتی یک آقای اومد گفت ما اسم شرکت شما رو میخریم، گفتم چطور این همه اسم از این اسم به چه درد شما میخوره؟ میخوان که همین کار رو بکنیم. گفتم خب بیا با ما بکنی کار رو. نه نه، ما با سازمان خودمون رو داشته باشیم. جناب رحمانی می نویسند من با شما 100% موافق هستم. قانون و سیستم الهی بالای هستی حاکم است، بدون اینکه در این سیستم تغییرات استثنایی باراید. قانون خداوند غیر قابل تغییر است. موسی با عصایش بحر را چنگ زده نمی تواند. عیسی مرده را زنده کرده نمی تواند. مریم بدون مرد حامل شده نمی تواند. در غیر آن آفتاب هم به خواست خود یک روز از غروب و یک روز از شرق بلند می شود و اینها هیچ کدامش پذیرفتنی نیست. جناب پرتو می نویسد که آیا این داستان موسی و آتش از نظر بیولوژی و علم امروز شما تعاملات مغزی نیست، کمی قابل تعمق نیست؟ ما می توانیم که ذهنیتمون رو در تسلط دیگران داشته باشیم و دیگران، امروز صبح نمیدونم شما تشریف نداشتید، باید ببینید برنامه رو، فردا در موردش بیشتر با هم صحبت بکنیم. امروز من درباره هیپنوتیزم، درباره تلپاتیزم و درباره مسمریزم صحبت کردم و توضیحات مفصل دادم. هیچ کدام اینها دلیل بر بودن مغز ناسالم و یا تخیلات افراد پریشان حال و روان پریشی در واقع نداره. هیچ کدام اینها، آدم های عاقل فهمیده هم این ذهنیت ها رو دارن، بیماری نیست. نه، حالا توضیح خواهم داد که چرا بیماری نیست. برای اینکه ذهن ما میتواند که در تأثیر قرار بگیرد و میگیرد، ذهن ما میتواند که در تلقین قرار بگیرد. جواد فاضل یک نویسنده که قرآنی هم ترجمه کرده، فکر میکنم که یکی دوتا کتاب دیگه هم ترجمه کرده بود، نویسنده بود، رمان نویس بود اصلا. در زمانی که ما نوجوان بودیم داستانهای او رو در مجله میخواندیم، وقتی چیزی سرگرم کننده نبود جز خواندن بود دیگه، تلویزیون نداشتیم اون وقت.
می نویسه در داستانی، یه سری داستانهایی می نوشت به نام سایه ها، که هر هفته یک داستانی رو می نوشت یا هر دو هفته یک مرتبه، اطلاعات هفتگی بود، سفید و سیاه بود، چی بود تو اون می نوشت. در یکی از داستانهاش می نویسی یک شخصی ثروتمند، اتومبیل و خانه و چه و چه و اینها، و این از زندگی خیلی ناراضی بود، میاد پلوی پزشکی و میگه یک دارویی به من بده، من میخوام خودکشی کنم، ولی میخوام خودکشی بی درد بکنم، یه راهی به من نشان بده که من بی درد خودکشی بکنم، بمیرم راحت بشم. هرچی هم دکتر باش صحبت میکنه میگه که نه من همینه. دکتر بهش میگه که حالا تو که میخوای که خودکشی کنی بمیری، بیا آزمایشی بکن، من داروی تو رو دارم که این حال تو برطرف میشه، خوشحال میشی به زندگی. میگه چه بکنم؟ حاضرم. میگه بیا من یک پای تو رو ببرم، اگه یک پای تو رو ببرم از نظر پزشکی ثابت شدی حالت خوب میشه، خوشحال میشی و به زندگی هم خیلی خوشبین میشی، چرا بی خودی خودتو بکش؟ میگه فکر بدی هم نیست، حالا من به جایی که بمیرم برم زیر خاک، بیا پای من ببر. میبرنش بیمارستان و بیهوشش میکنن، دست و پاشو به تخت میبندن و بالاخره هر چی بوده. وقتی به هوش میاد پزشکه میره بالای سرش و میگه که حالت چطوره؟ میگه عمل جراحی چطور انجام شد؟ میگه خیلی خوب انجام شد، از قسمت بالای زانو پای راستت رو بریدیم، ولی الان حالت خیلی خوب شده. پنجره رو باز میکنه، میگه بیرون نگاه کن، بلبل اینطوری میخونه و درخت سبز اینطوری و آب اینطوری و گل اینطوری و دیدی الان؟ میگه آره. شروع میکنه به گریه کردن که عجب دنیای زیباییه، عجب دنیای خوبیه، چقدر قشنگه، من پول و سرمایه و همه اینا. بعد شروع میکنه خلاصه به گریه کردن و خندیدن و به پزشکه میگه من حالم خیلی بده. میگه چیه؟ میگه من حاضرم همه ثروتم رو بدم، پای خودم رو پس بگیرم و بعد از این با فقرم و با شادی زندگی بکنم. من الان چشمم به دنیا باز شده، یه چیزای دیگه میبینم که تا حالا ندیدم. اون وقت پزشکه خندهی بهش میکنه و یه امشب بخواب تا فردا. این خوب در این افکار پرورش پیدا میکنه، قوام میاد در واقع در این فکر. فردا که پزشک میاد میبینه این نخوابیده تا صبح از فکر و خیال و اینها، به پرستارا میگه دست و پاشو باز کنید و میگه من پای تو رو نبریدم، پای تو سر جاش هست، بلند شو برو دنبال زندگیت، آدم باش بعد از این، شکر کن خدا رو و نعمتها رو به چشم ببین. یعنی این تهدید و این شوکی که به این وارد کرده بود، نگرش این رو به دنیا عوض کرد. آدم ها اینطور میشن، آدم ها میتوانند که اگر انتظار دیدن آتش داشته باشن آتش ببینند، و آدم ها میتوانند که در ذهنیت هم مؤثر واقع بشن. الان در علم و یا فن هیپنوتیزم یا تلپاتیزم یا مسمریزم روی مغز هم دیگه اثر میگذارن، تسلط مغزی روی هم پیدا میکنن، و همونطور که گفتم با اون سوزن ها مفاهیم مختلف در مغز ایجاد میشه، صدا ایجاد میشه، بو ایجاد میشه، رنگ ایجاد میشه، مثل یه بیرون این خبرها نیست. پس اگر تغییراتی در ذهنیت آدم ها داده بشه، در اینجا خلقت میشه و شخص تصور میکنه که در اینجا خلقت شده. در این مورد امروز صبح سخنان طولانی داشتیم، شما باز هم در این مورد برنامه رو ببینید، بیشتر به جوابتون میرسید. آقای پرتو رو عرض میکنم، جناب احمدی از روشنگری جناب‌عالی ممنون، در پناه حق باشید، همینطور حضرت عالی انشاءالله. خب به او گفته می شود که به حضرت موسی گفته می شود که تو اینجا آمدی، آتش به او می گوید که من رب تو هستم، و آتش در اینجا با او سخن می گوید که اینی بی تردید انا من ربک می باشم رب تو، فخلع پس بیرون بیاور نعلین خود را، اینک بی تردید تو می باشی
بالوادی در دره المقدس طوا مقدس طوا. و بعد به او ادامه پیدا می کند سخن با او و در اونجا فرمان نبوت او صادر می شود و این متن فرمان نبوت موسی است. و انا و من اخترتك برگزیدم تو را فاستمع پس بشنو لما تا آنچه یوحا تو را به آن وحی می شود. ملاحظه بکنید که در این آیه خدا می گوید که من تو را برگزیدم پس بشنو آنچرا که یوحا وحی می شود. نگفته از آنچرا که وحی می کنم، آنچرا که وحی می شود، یعنی بشنو آنچرا که به عنوان وحی دریافت میکنی، بدون اینکه مبدأش رو در اینجا ذکر عرض نمی کنم که مبدأش هست یا نیست، اون اشتباه رو نکنید، شک نکنید، من فقط سعی میکنم که در جزئیات لغات مواردش رو با شما تشریح بکنم و تعریف بکنم که هیچ نکته ناگفته‌ای باقی نمانده باشد. از اون نظر عرض میکنم که نگفته است که بشنو آنچرا که من وحی میکنم، فعل مجهول به کار برده، بشنو آن چیزی که وحی میشود. تفاوتی هم نمیکنه چندان، ولی نگفتی که من وحی میکنم، به تو وحی میشود و ادامه پیدا میکند آیه، یقین بدان که من همان خدایی هستم که معبودی جز من نیست، مرا پرستش کن، مرا پرستش کن و با یاد من صلات برپا دار و برپا دار صلات را به ذکر من، به یاد من. شما این بیان قرآن رو در ارتباط با نماز موسی تطبیق بدهید با تعریف نماز در سوره جمعه در قرآن برای مسلمین قرآنی، هر دو عیناً 100% با هم برابر است. لذکری یعنی ذکر الله دیگه، ذکر من، الله داره صحبت میکنه دیگه. نماز چیه؟ نماز رو برپا دار. به چی برپا دارم؟ برای چی؟ برای اینکه به ذکر من بیای، برای اینکه من رو یاد بیاری. چطور تو رو یاد بیارم؟ از پیامم منو به یاد بیاری. ولی خود خدا رو چجوری به یاد میاری؟ در قرآن چی میگوید؟ از ذکر و از صلات و ذکر الله، همون رو من، نماز از حضرت آدم همین بوده، از حضرت آدم تا خاتم تا روز قیامت، از صلات و ذکر الله و سلام شد تمام. حالا در اینجا میگوید که اننی بی تردید من انا می باشم الله. گفت، همه آتش داره صحبت میکنه، آتش بهش گفت من آتش نیستم، من رب تو هستم، این هم آتش نیست،
این رو تو میبینی آتش، ولی آتش نیستین. ولی به هر حال بشنو صدای رب خودت رو، بشنو من رب تو هستم. و بعد این وحیست که تو میشنوی، چون تو رو برگزیدم. و بعد به او میگوید که بی تردید من الله هستم، و خودش رو معرفی میکنه که الله لا اله الا انا، نیست الهی، نیست معبودی غیر از من. هنوز آتش داره صحبت میکنه. ادامه پیدا میکنه، معرفی میکنه خدا خودش رو. در قسمت قبلی میگوید بشنو آنچه را که به تو وحی میشود، بی تردید من الله هستم و هیچ الهی، هیچ معبودی جز من وجود نداره. آیا این معبود همون معبودی است که بعد به محمد هم اعلام پیامبری میکند، به عیسی هم که بعداً، به یعقوب قبلاً، همان است یا خداها فرق میکنند با هم؟ پس نیست هیچ معبودی جز من، فقط یک معبود وجود داره، به اون معبود عابد باش. هر وقتی که قرآن صفت مسجود به کار میبره، یعنی تو ساجد باش، صفت مقصود به کار میبره، یعنی تو قاصد باش، محمود به کار میبره، یعنی تو حامد باش. ما از روی یک صفت به خواست خدا به صفت دیگر پی میبریم که چی از تو میخواد. میگه من معبودم، یعنی تو چی باش؟ تو عابد باش. و اقیم، و اقیمی الصلات، و برقرار کن و برپا دار و استوار ساز و مقرر بدار صلات را، لذکری برای یادآوری من، برای به یاد آوردن من. در سوره 14 یک سوال از شما دارم که صلات که اینقدر مهمه، و یک صلات هم بیشتر نیست، از آدم تا خاتم همین صلات است و موضوع تذکار و یادآوری است. سوال من این است که مکانیسم تذکار در صلات چگونه است؟ یکی مکانیسم تذکار در صلات چگونه است، و یکی آبجکت یا اون هدف تذکار کجاست؟ قرآن میگوید که من رو به یاد بیار. به موسی همین رو میگه، به رسول اکرم هم همین رو میگه. چگونه به یاد بیاریم و چی رو به یاد بیاریم؟ چگونه به یاد بیاوریم و چه چیزی رو به یاد بیاوریم؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستم. جناب چارلی می نویسد من فکر می کنم که خداوند رحمان برای همه چیز امر می کند، فرمان می دهد، وحی می فرستد، یعنی خودش مستقیم با هیچ کس حرف نمی زند.
جناب عبدالواحد جواب میدهند که به ذکر من، یعنی به یاد من. جناب پدر بفرمایید که این یاد من، ای خدا داره میگه به یاد من، این من رو کجا پیدا بکنم و یاد این من چیست؟ دو تا سواله، دو تا لغت، دو تا هم سوال هست. به یاد من، برخیز به یاد من. به یاد چه چیز تو برخیزم؟ حالا برخواستم، میخوام الان به یاد تو بیفتم، بعد چه کنم؟ چگونه به یاد تو میفتم؟ تو کجایی که من به یاد تو بیفتم؟ کی من تو رو دیدم که به یاد تو بیفتم؟ کی با هم پالوده و شالوده و آش خوردیم که من به یاد تو بیفتم؟ کجا بودی؟ مگه تو جسمی؟ مگه تو قالبی؟ مگه تو قابل رؤیتی؟ چگونه من میتوانم که به یاد تو باشم؟ یک. و چگونه به یاد تو باشم وقتی پاسخ داده شد که چه بشود؟ چگونه به یاد تو باشم؟ چون تو نیستی، کجا هستی تو که من به یاد تو باشم؟ به یاد موهومات خودم باشم؟ دیوانم مگه من؟ چجوری به یاد تو باشم؟ میخوام این سوالات رو از خودتون بکنید. و وقتی که حالا فهمیدم که به یاد تو باشم، بعد چه کار بکنم؟ یا آهان یاد خدا افتادم، آهان یاد خدا افتادم، اینجوری دی نماز؟ یا این چیه؟ این تئاتر شوخی یک واقعیته. اولا چگونه به یاد تو باشم وقتی من تو رو دیدم، نشنیدم، نشناختم، نه قابل رؤیتی، نه محلی داری، نه معنایی داری، نه پدری داری، نه فرزندی داری، چطور تو رو بشناسم؟ به یاد چیه تو باشم؟ و بعد وقتی حالا به یاد تو افتادم، بعد چه کار بکنم با یاد تو؟ ما راجع به پایه‌های ناموسی صلات داریم صحبت میکنیم، سخن کمی نیست. یعنی نماز اینجا یا مردود میشه میره بیرون به عنوان یک امر متشابه بیقابلیت، یا به عنوان یک محور دین در چارچوب اصولی ترین پایه دین قرار میگیره. یک کدوم از این دوتا بر حسب این که ما به چه جوابی در اینجا برسیم. بله، اولین تیراندازی پاسخ غلام پیکار میگوید که صلات نهی میکند، دور میکند، مانع میشود، نهی میکند از فحشا و منکر و ناپسند و غیر مجاز، و به یاد می آورد، به ذکر می آورد الله اکبر را. در این بیان هنوز پاسخ سوال من داده نمیشه. فایده نماز گفته شد، همه اینها رو فهمیدم، ولی هنوز نمیدانم که چگونه خدا رو به یاد بیارم. جناب سمی می نویسد که قرآن recommend prayers 5 times a day especially صلات. البته قرآن به 5 مرتبه صلات اشاره میکند، ولی سوال من اون نیست. سوال من این است که
ما چگونه به یاد خدا میفتیم؟ How do we remember God? Where is Him to be reminded? I'm asking the mechanism of remembering God. Whom are we remembering and how? بیان آقای شهیدی رو میخوانم که یادآوری خدا از طریق کلامش و به هدف پیروی از کلامش. پیروی رو بر میداریم، به جاش اطاعت میذاریم که قاطع تر باشه. به یادآوری خدا از طریق کلام خدا، یعنی در واقع ما کلام خدا رو به یاد میاریم. هیچ چیز دیگری که ما در اختیار نداریم چرا به یاد میاریم؟ یعنی اگه کلام خدا نباشه با خدا آش خوردیم، پرو خوردیم، فامیلیم، دیداری داریم، ما خدا رو، آخه موجود مجرد رو ما چجوری میتونیم با این عالم مقید ببینیم جز کلامش؟ این اهمیتی که در ذهن ما ایجاد میکنه این است که ما بعد از این با 4 دست داریم، 4 تا دست دیگه هم قرض میکنیم. این برکت و این تنها و تنها و تنها یادگار خدا رو از عالم مجرد در عالم مقید 8 دستی نگه می‌داریم که یه وقت در نره از دست ما. اتفاقا خدا هم در این مورد با من هم عقیده است و میگه دقیقا همین کار رو بکن. فاعتصموا بحبل الله، یه تنها چیزی که در عالم مقید از من داری حبل الله، ریسمان منه. ریسمانش چی؟ همین قرآن، همین کلامش. یه کلام من ریسمان منه، تنها چیزی که مواظب باشی نه از دست ندی که اصلا گم میشی، گم میشی، گم میشی در صحرای فنا، در تاریکی مطلق. منو هیچ جا پیدا نمی کنی. منو محکم بگیر این حبل الله رو، محکم محکم. و میگه چنگ بزن، نمیگه اخذ کن. فاعتصموا، پس اعتصام یعنی چنگ زدن دیگه، پیوند خوردن، یکی بشو با این قرآن. تا اون طرف این آیات دست منه، این طرفش هم دست تو باشه، توسط پل قرآن با هم مربوط بشیم، متصل بشیم. این است که اون کلام رو اگر از دست بدی سرگردون شدی. هیچ وسیله‌ای برای شناخت خدا نداری. خدا در عالم مجرد، تو در عالم مقید. این قرآن و این کلام باعث میشه که تو خدا رو بشناسی، خودت رو بشناسی، خدا رو در درون خودت بشناسی. رها نکن. سررشته همین است. نگه دار صفی. پاسخ پیروی از کلام خدا بیان آقای احمدی صحیح است. غلام پیکار اقامه صلات و پرداخت زکات هنوز پاسخ داده نشده. مینو آقاسی دریافت وحی خدا و راهنمایی های انزالی خدا و انجام دادن دستورات خدا. دریافت وحی خدا، وحی خدا رو شما از قرآن دریافت میکنید. منظورتون اون اگر هست صحیحه، یعنی منبع شما منبع وحی رسول اکرم نیست، منبع شما منبع قرآنه. از اونجا وحی دریافت میکنید. کی دریافت میکنید؟ وقتی که به یاد وحی میفتید. همینطوری که دریافت نمیکنید و راهنمایی های اون رو میشنوید و به مرده اجرا میگذارید. پس صلات وقتی که قرآن میگوید که ذکر الله هست، یادآوری الله هست، یعنی یادآوری کلام الله هست. به زبان ساده تر نماز عبارت هست از یادآوری قرآن، شنیدن
و به خاطر آوردن کلمات خدا و اطاعت از اونها. چون سوال بعدی این بود، حالا چون وقت نیست از روش رد میشیم، سوال بعدی همین بود که ما کلام خدا رو به یاد بیاریم که چی بشه. میخواید به اینم جواب بدید؟ از این کلام خدا رو یاد بیاریم، حالا یاد آوردم که برای خدا اینطوری گفته، گفته ویل للمصلین، وای به حال نماز گذارن. کلام خداست که شنیدم یادم اومد، حالا باید چی کار بکنم؟ نماز تموم شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اونجوری نماز همه همونطوری میخونیم دیگه. یه کلام خدا رو به یاد بیار. برای چی به یاد بیار نمیدونم. گفته به یاد بیار ما هم به یاد میاریم. نه، گفته به یاد بیار که اطاعت کنیم. یعنی در واقع نماز یاداوری کلام خدا و اطاعت از اون چه که یاداوری کردی. هر چقدر کلام خدا یاداوری میکنی، یک تعهد پشتش هست که اون کلام رو مورد اجرا و اطاعت قرار بدی. قاسم پرتو، مرا بیاد بیاورد که با من روزی عهد بستی این موضوع را. من یک روزی شنیده بودم که ما با خدا پیمان بسته بودیم، بیشتر نمیدانم. همینطور از جناب احمد فرهد، اطاعت از قرآن با همان اوامر الهی و پابندی به آن و اطاعت از آن، اطاعت از آن. میتونیم همه اونها رو حذف کنیم. صلات اطاعت از امر خداست، هیچ چیزی رو هم حذف نکردید، هم ذکر خدا رو هم بذارید کنار که یادتون نره. صلات اطاعت از امر خدا در قرآن است. همین. از چه طریقی؟ از طریق یادآوری. چه چیزی رو یادآوری میکنید؟ کلامش. جواد رحمانی، به فکر این حقیر، صلات یعنی درک و فهم و تطبیق پیام خداوند یعنی قرآن در جامعه است تا عدالت اجتماعی به وجود بیاید و استعداد انسانها به حد تعالی برسد. فکر این حقیر درک و فهم و تحقیق در پیام خداوند یعنی در قرآن در جامعه است. قرآن رو، نقش قرآن رو در جامعه ببینیم تا عدالت اجتماعی به وجود بیاید. یک نکته ای که باید اضافه بکنید جناب رحمانی این است که ما وقتی نقش قرآن دیدیم و توجیه شد، در واقع یک توضیح اضافی شما میدید که ما هم قرآن رو به یاد میاریم هم فواید قرآن رو به یاد میاریم. این موضوع جالب است و جدید. هم قرآن رو به یاد میاریم هم فایده قرآن رو به یاد میاریم. خیلی مهمه این. ولی چیزی که باید اضافه بکنید این است که قرآن رو به یاد میاریم، فایده قرآن رو به یاد میاریم، تعهد به اطاعت میکنیم. ایاک نعبد، یعنی اون چیزی رو که به یاد میاریم، معمولا اون چیزی رو که به یاد میاریم آیه هایی است از قرآن که در نماز میخوانیم. هیچ جای قرآن نگفته که شما حتما با سوره اخلاص بخوانید. سوره دیگه بخوان. سوره های جدید حفظ کن، یاد بگیر، هم قرآن بلد میشی هم معنی اونا رو بلد میشی و هم دستورات جدید داده میشه. همش یک دستور رو میخونی، هیچ دستوری رو انجام نمیدی. دستورات جدید بخون، مرتب آیه های جدید وارد کن. اگرم یادتون نیست روی کاغذ بنویسین گناهش کردن من، جهنمش مال من، بهشتش مال شما. اگرم یادتون نمیاد یه کاغذ بگیرید موقعی که نماز میخوانید. حالا اگر که نماز دست باز میخوانید مثل شیعه ها دستتون میگیرید، اگر نماز اهل تسنن میخوانید این راحت تر هم هست، میگیرید همطوری میخوانید از روش. گناهش کردن من، جهنمش مال من، بهشتش مال شما. آیات جدید بخوانید، همه سوره رو بخوانید، دو تا و نصف آیه بخوانید، پنج تا فرمان از خدا یاد بگیرید، برید بیرون اونها رو اجرا کنید. به یادآوری و اجرا
جناب علیزاده با قرائت ذکر خدا باید صلات رو به جا بیاوریم و از این طریق خدا رو به یاد میآوریم. بعد چه میکنیم؟ بعد چه میکنیم؟ چرا خدا رو به یاد بیاریم؟ استاد توفیقی: صلات وسیله و ارتباط برای رسیدن به هدف و برنامه خداست. هر چیزی که انسان را به برنامه خدا نزدیک سازد صلات نام دارد، که دور کردن فحشا و منکر و برقراری عدالت و احسان است. جناب پدر می نویسند که نروی دل اندر برابر نروی دل اندر برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نشمارم. مرا غرض نماز آن بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم. جناب رسولی می نویسند که یعنی از طریق نماز و کلام، من که در متن نماز این آیات قرآن است، با من وصل بشو و تعهد بسپار که من خدای یگانه تو هستم و هیچ خدای دیگری وجود ندارد و در راه تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی تعهدی است که در نماز میکنیم. به یاد میارید، تعهد میکنید و انجام میدهید. سه تا کار میکنید، سه تا لغت: تعهد، تذکار، اطاعت. این میشه نماز. جناب سمی می نویسند که نماز پنج بار در روز، which is the believer in constant remembrance of God and keep him away from any unjust deed. نمازهای پنجگانه، این تواترش و نزدیکی نمازها به هم دیگه موجب یادآوری مرتب خدا میشه و مانع انجام کارهای خارج از عدالت میشه. و باعث میشه که انسان به صلح واقعی، به آرامش و به اون سکینه ساکنه در وجود خودش برسه. It's also a source of patience. این یک منبع و یک شالوده رسیدن به صبر، شهامت، به امید، به اعتماد و به صلح درونی، به پایداری، به مقاومت، به برابری و به